من سلیمان خان کدخدای سلاحدار از وزیر اعظم محمد پاشا برای شاهزادم پیام آوردم. سلطانمان حضرت سلطان سلیم خان یک مهر در حال خواندن نماز شام در اردوگاه چرلو در اتاقشان دار فانی را ودا گفتند و به سوی بهشت پروردگار پرکشیدند. خواستار آمدن هرچه سریعتر حضرت شاهزاده سلیمان است. سرورم، حضرت سلطان سلیمان خان، خاندان عالی عثمانی و سراسر ملک عثمانی منتظر شماست. دریای سیاه مهر 1520. غذا به صف شید. شو غذا بخور. الکساندرا، با تو هم پاشو غذا بخور. چند روز چیزی نخوردی، پاشو دیگه. پاشو عزیزم، زود باش. زود باش یه چیزی بخور. ماریا، الکساندرا، زود باشین. نخورید یه سوپ کثیف عثمانی رو. از گرسنگی هم بمیرم نمیخورم. ساکت باش، چیزی نگو. بیا جا. بلنشو، این سوپا بخوا. دلم کن، به من دست نزن، تو رو میکشم. نشنیدم، چه کار میکنی؟ تو رو میکشم، کسافت. میکشمت، تو مردی، میکشمت، کسافت. بلنشو ببینم. باشو او را ببند، حتی آب هم به او ندهید. آقا هر کاری بگین میکنی. مردن میخوام بمیرم، منو بندازید تو دریا. نمیتوانی بمیری، ممنوعه. تو کنیز سلطان هستی، تا رسیدن به قتل نمیمیری. ایشان اگر بخواهند تو را میکشند. از عیسی مسیح میخوام سلطان بمیره، قصر ویران شه، استانبول نابود شه. مادرم، از دعا دست نکشید. خدا ما را محجوب نکند. خدا نصیب ما کند که با قدرت عثمانی عدالت را به دنیا نشان دهیم. خداوند به تو، تخت تو، تاج تو عمر طولانی عطا کند. من از تو راضی هستم. انشاءالله که خدا هم از تو راضی باشد. برای تو ردا حاضر کردم. ردا را برای پسرم بیاورید.
خدیجه. خواهرم. من سلیمان از خاندان سلطان سلیم خان، زاده از حافظ یاگش سلطان، پاییز 1494 در ترابزون، دوستدار محل تولد، آورنده برکت اما دلتنگ برادران قربانی شده در جنگ های ظالمانه، اورهان، موسا، کرکوت، سپری کننده دوران بچگی در حسرت برادران، سلیمان. من سلیمان از 6 سالگی تعلیم دیده در محضر استادان رومی در ترابزون، شیدای کوها، قله ها، ستارگان، آشنا با ارقام و اعداد، در 10 سالگی به اندرونی وارد شده، آشنا با قرآن، کنجکاو شده در پی بیشتر آموختن و بسنده نکرده به پاسخهای داده شده، آشکار کننده رازها، کسی که برای آموختن صبر جواهر سازی پیشه کرده و برق نور چشم او را فرا گرفته، تمیز کننده سمین از دون در اولین نگاه، پایبند به سخنان خود، سلیمان. من سلیمان، کسی که در سن 16 سالگی به منصب ولیعهدی رسیده به عنوان حکمران مانیسا، امروز برای پیشرفت میراث با شرف پدرم سلطان سلیم خان تلاش خواهم کرد و قول می‌دهم که در هر قدم عدالت را جستجو کنم. سلیمان، 10th سلطان امپراتوری عثمانی. خدا را شکر بدون بلا و اتفاقی سلطان سلیمان تشریف آوردند. اگر اتفاقی رخ میداد وضعیت ما چگونه میشد پیری پاشا؟ خدا نکنه، تصورش هم فاجعه است. فاجعه نمیشد، مگر سلطان سلیم پسر دیگری ندارد؟ اویس را فراموش کردی؟ همان اویسی که اجازه نزدیک شدن به پایتخت را ندارد و به مناطق شرقی تبعید شده است. جعفر آقا، نه زمان و نه مکان خوبی برای این صحبت هاست. حضرت یونس چه گفتند؟ میشه با یک سخن جنگ را پایان داد، میشه با یک سخن سرها برید. حضرت سلطان سلیمان تشریف فرما می شوند. مفتی حضرت والا مقام علی، وزیر اول محمد پاشا، وزیر دوم بنده شما فرهاد پاشا، وزیر سوم بنده شما احمد پاشا، کاپیتان دریا جعفر آقا، قاضی القضات جناب علی، کاخ واتیکان. خبر مهمی رسیده. فرمان روای عثمانی مرده. به جای او سلطان سلیمان بر تخت نشسته. یک سلطان جوان. پدرش در جنگ های بزرگی پیروز شد. اقتدار قوی داشت. فرمان روای مطلق عالم اسلام بود. شیر سرزمین اسلام مرد. شیر رفت و بره جاش رو گرفت. موسیقی
سگادین یاشنی دن پروست گرایی ناشی لولو تبه او چه سوز کلی چه از با تبه یه تاشو ساز کلی چه بی تو چه پوژینیم سیوه توی سفکی تو یادت سو ورشید ناش توری ستفین و بریاد ماشی دیت بودود سده سکرشنی شید اما سمدری او ویکی ویکو و ایمی اوتسایی سینا سوش کی قاتله؟ ما قاتل هستیم؟ زود از ما اصخایی کن، زود! نه، شما نه، عثمانی ها نه، تاتارا این کارو کردن عفو بخوا الکساندرا، انکار نکن، مثل مصیبت میمونی الکساندرا، ببین عفو بخوا وگرنه عاقبتمون فاجعه میشه ها میخواد فاجعه بشه؟ بیشتر از این چی میخواد بشه؟ آخ. مادرم، پدرم، خواهرم لیو، تمام کسانی که دوست داشتم کشته شدن منو به عنوان برده به قصر خاندان قریم فروختن بس نیست اونا منو به قصر عثمانی ها فروختن دیگه چی میخواد بشه منو بکشن نجات پیدا میکنم کسی برام نمونده شیرهش را زیاد ریختی مثل شربت شده اینجوری نمیشه اینو اینجوری نمیشه به سلطان داد بردارید اینا را زود شیرینی های به و انجیر بیارید همانا خداوند با صابرین است شکر خان سینی هایی که قول داده بودی کجاست اگر نمیتوانستی چرا کمک نیاوردی ادعا کردی که ما آشپزخانه با اصل و نسب سلطان و حرم سراش هستیم گفتی که غذای سلطان را ما آماده میکنیم دیدی نتوانستی والا بلا تو رو در شیر نه تو سرکه میخوابونم حواست باشه زود باش زود باش حاضریم سنبول خان حاضریم سنبول پاشا برید کنار ببینم دست و پا چلفتی ها زود باشین زود باشین اینا رو بردارین زود باشین ببینم دیگر کافی است دستانش را باز کنید بگذارید صورتش را بشویید تا تمیز شود این آن را با این وضع می‌خواهید به قصد ببرید اینجا کجاست به جهنم عثمانی رسیدیم میبینی ابراهیم قدم به قدم به آرزوهامون نزدیک شدیم از جنگ ها مردن ها بعد از اون همه فشار اینجا هستیم بالاخره به امشب رسیدیم سرورم آینده بزرگتر و با شکوه‌تر خواهد شد شما از اسکندر هم امپراتوری بزرگتری خواهید داشت شما اسکندر بزرگ زمان هستید تا
تنها من و تو این خیال را باور کردیم. سرنوشت به ما چی نشان خواهد داد؟ از اینا فقط خدمتکار در میاد. به صفشی نگاهشون کن. سر بالا. گفتم سر بالا. صاف بیست. بیست. به اینها بگو صدایشان را ببرند. دخترها ببینید ندارید بیان بالاها. زود اتاقاتون. من دارم با کی حرف میزنم؟ بریم بچه. زود اتاقاتون. بریم. میام اون زبوناتونو میبرم ها. بیا. دیدی اون جهنمی که فکر میکردی نبود؟ ما که هنوز چیزی رو ندیدیم. اینهایی که انتخاب میکنم رو بفرست حمام. حکیم زنم معاینات لازم رو انجام دهند. ما بقی را بفرستید پایین. بعدن به آنها رسیدگی کن. بلم کن. بلم کن. پایین چه خبر است؟ این چه سر و صدایی است؟ این کیست که فریاد میزند؟ سرورم، اینها دخترانی هستند که از قرین برای سلطان پیشکش شدند. این دخترک را برای من بیاورید. باز هم در ستاره ها غرق شده ای پارگایی. بگو ببینم بهت چه میگویند. سرورم، وزیر اعظم محمد پیری پاشا اجازه شرفیابی میخواهند. بفرمایند. سرورم، برای تحویل دادن مهر ازلی خدمتتان رسیدم. میخواهیم باز هم شما را در مقام وزیر اعظم ببینیم پیری پاشا. شما پاشای صادق و موفق هستید که به سلطان سلیم خان خدمت کرده اید. این دولت به شما مدیون است. از شما میخواهیم که به وظیفتون ادامه دهید. خواسته شما برای من امر است. تشکرات مرا بپذیرید. یک موضوع دیگر هم هست پیری پاشا. شما ابراهیم شاهین باز پارگاهی من را میشناسید. از این به بعد کارگزار مخصوص من است. این را همه بدانند. نگار کالفا، آیشه با من بیان یک بار دیگر اتاق مخصوص را سر بزنیم، برای شب چیزی کم نباشد. باشه. با چقدر شانس داری دختر، اتاق سلطانو میبینی. قصد من به جای تو بودم. شما برین اتاقاتون. زود باشین، دهنها بسته. آیشه زود باش با من بیا. نگار کالفا زود باش. زود زود. نیتروگایسی منیا Не кричи, зацкни се. Успокой се. Меня целиком привезли в этот османский ад. Спасите, помогите. Видно, чтобы сильная и богатая женщина. Скажите этим, чтобы оставили меня. Не ту, убью себя. تو دارای سلطان سلیمان هستی. ایشان تصمیم میگیرن که تو بمیری یا زنده بمانی. ببریدش. بن کینسن مال دیلم الرم اولام براک براک براک.
سرورم خواهش میکنم پوزش مرا بپذیرید. اگر مقاومت کرد و تسلیم نشد میتوانید او را مجازات کنید. اسم چیه؟ آیشه سرورم. پدر می ترسم از اینکه دستم به خون آلوده شود. از ظالم شدن می ترسم. اقتدار و قدرت سلطنت اگر کورم کند چه؟ هیچ وقت تنهایم نگذار پروردگارا، من را شرمنده خودم نکن. پارگاه 1505. من فرزند ماهیگیر مسیحی اهل پارگا و صوفیای ونیزی که در 10 سالگی به عنوان برده به اینجا آورده شده ابراهیم. اسمم چه بود؟ در کدام زبان چه مفهومی داشت؟ فراموش کردم. فراموش کردن آزادی است. وگرنه زبانی که اسمت را از آن گرفته ای و خاکی که راه رفتن را رویش یاد گرفته ای رهایت نخواهد کرد. سرورم، گمان میکردم که استراحت میکنید. بدون استشمام هوای خلیج نتوانستیم بخوابیم. تو مشکلی داری؟ اگر خواسته ای داری به من بگو. سرورم، چه خواسته ای میتونم داشته باشم؟ امشب با ذات شاهانتون به من چنان افتخاری بخشیدید که ای کاش لایق. اما من از تو خواسته ای دارم. امرتون به روی چشم.
زمان تشکیل خانواده تو هم رسیده، حتی دارد دیر هم می شود. من یک خانواده دارم. چگونه بدون خبر من تشکیل خانواده داده ای؟ شما به من گفته بودید که برادرم هستید. میارن که دیگر نباشم. اگر شانس انتخاب یک برادر را داشتم، حتما تو را انتخاب میکردم. زود دخترا سری باشید، دست و پاچه لفتی نباشید. زود باش، زود 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 اونا را درارید. زود باشید، برید داخل. زود باشید، سریتر سریتر. لباس های خوابتان را می پوشید و می خوابید. فردا لباس های جدید به شما داده می شود. زود باشید. تو الکس هستی یا الکساندرا یا هر کس دیگر، استخوان‌هایت را همینجا می شکنم. حال لباست را از زمین بردار. گوش‌هایتان را باز کنید و حواستان را جمع. هیچ بخششی در کار نیست. اینجا قصر توپکاپی است، محل استقرار خاندان عثمانی. همه تون دارایی و مال سلطان هستید. کسی که با تو به زبان روسی صحبت کرد والد سلطان بود، مادر پادشاهمان. زبان ما را از کجا می دانید؟ دختر گرای خان از خاندان قریم است. مثل شما به عنوان کنیز نیامده، به عنوان ملکه آمده. زود باشید دخترها، خودتون رو جمع کنید. زود را بیافت. هممون به عنوان کنیز به اینجا آمده ایم. اگر عقلت را به کار بیاندازی کنیز نخواهی ماند. یاد بگیر دهانت را ببند و با اصول باش. اینجا همه برای سلطان آماده می شوند. اگر انتخاب شوی و سرورمان را خوشحال کنی و صاحب پسر شوی، دنیا را تو مدیریت خواهی کرد. این را به یاد بسپار. ببینم چی بهت گفت. چیزی نگفت. زود باش بخوابی. مادر، زخمای شما خوب شده. منم میخوام بمیرم. خواهش میکنم مادر، اینجا درد و رنج خیلی زیاده. منو رها نکنی. تو نمیتونی با ما بیایی الکساندرا. تو باید بمونی و انتقام ما رو بگیری.
تو باید زندگی کنی، باید قوی بشی. کاری که زیادی هست که باید انجام بدی. اگه تو قوی بشی، ما به آرامش میرسیم. لیو کجاست؟ برای چی با شماها نیست؟ لیو نیست. لیو با ما نیومده، گم شده. همتون رو از دست دادم. منو تنها نذارید. نمیتونم. تو میتوانی. دختر من میتواند. الیکس، الیکس بیدار شد. خواب دیدی، بیدار شد. تموم شد. خدای بزرگ. یا عیسی مسیح. به کمکم اومدی؟ صدامو شنیدی؟ من ابراهیمم، برده 10 ساله از پارگاه. بازگشت چه جور چیزی است؟ انسان به کجا باز می‌گردد؟ جایی که برمی‌گردد کجاست؟ می‌شود به گذشته بازگشت یا نه؟ یا اینکه سرنوشت تنها آینده را نشان می‌دهد؟ جایی که می‌آیی و برمی‌گردی آنجاست؟ منتظر است؟ اگر نگاه کنی آن را می‌بینی؟ هنگامی که برمیگردی قلبت به تپش میفتد، میتوانی بدون فراموش کردن راههایی که ازش عبور کردی دوباره در آنها قدم بگذاری و راه خودت را پیدا کنی؟ یا اینکه به هر جایی، به هر زبانی و به هر دینی که وارد بشوی میگویی برگشتم اما عوض شدم؟ هنوز هم میخواهی برگردی؟ برگشتن قابلیت نیست، ضرورت ابراهیم. اول به مادرم سر بزنیم، دعای خیر از ایشون بگیریم. صدایتان را ببرید. دیگر بازیگوشی تمام شد. از امروز به بعد تعلیم خواهید دید. هر روز به مکتب می روید و برای یک زن حرم سرای زیبا، دانا و با ادب تعلیم خواهید دید. اگر حرفی رو درست یاد بگیرید و با اصول انجام دهید، این قصر برای شما بهشته. اگر انجام ندید، جهنم و قیامت میشه. اینو یادتون باشه. حالا به صف. آفرین. سرتون رو خم کنید. خم کن، خم. فهمیدی که چی گفتم؟ فهمیدی؟ فهمیدم. باشه. مادرم، کارهایم را بدون دعای خیر شما نمیتوانم شروع کنم. پسر من، سلیمانم، تمام دعاهایم همراهت باشد. خدا تو را حفظ کند، تو را به عثمانی ها ببخشد. مادرم، گوهرم. راستی، ماهی دوران و نوه من چه زمانی خواهند رسید؟ دستور داده ایم اتاقشان را حاضر کنند. راه افتادند، به زودی خواهند رسید. قصر مانیسا. موسیقی
ماهی دفران ول کن، کار این انگشتر را تمام کنم. ولت نمی کنم، من زیباتر هستم یا این انگشتر زمرد؟ تو چقدر دیگه مونده؟ یکم وایسیم تا بازی کنیم. کمی مانده مصطفی، کشتی منتظر ماست، بادبانها رو باز خواهیم کرد، باد ما رو به استانبول به قصر ما خواهد برد. من دلم برای بابام تنگ شده، دلم برای ابراهیم تنگ شده. ابراهیم هم اونجا منتظر ماست. منتظره پدرت، مادر بزرگت حافظ سلطان، عمت خدیجه سلطان، همه منتظرن. اونجا از قصر ما بزرگتره؟ بزرگه، خیلی بزرگه مصطفی. توپکاپی بزرگترین قصر دنیاست، هر سمتش با الماس و طلا پر شده. طبقه مقربان و محبوبان است. مقرب چی هست؟ اگر سلطان را خوشنود سازی آنجا خواهی بود و تنها راه رسیدن راه روی طلایی خواهد بود، اما تنها عاقلان و حرف گوش کنها می توانند. حضرت سلطان سلیمان خان، تعظیم. زود 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 به صف تعظیم کن، تعظیم. سلطان سلیمان، سلیمان دایه، سنبال امر کنید سرورم. به او برسید ببینید چه شده. سندوس سرورم، به تالار گفتمان نمی رویم؟ به شما چه گفتم هان؟ تعظیم کنید یا نگاهش کنید؟ نگاه کردن به سلطان بس نبود که در آغوشش جا خوش کری دخترک بی ادب؟ خدا به دور، تو کجا و کسی که بتونه سلطان رو سلیمان صدا کنه کجا؟ مگه تو صاحب سلطان هستی یا آقی بی ادب؟ صبر کن، به حسابت خواهم رسید. چطوری بود؟ خیلی خوشتیپ بود نه؟ وانمود کردی؟ تو دیوانه ای؟ چجوری قش کردی؟ امشب این که چطوری قش کنی و یادت میدم. پاشو دستتو بده من. سرورمون همراه پارگاهیش میاد.
سرورم چگونه این ابراهیم را سرکارگزار مخصوص کرد؟ شما چرا مخالفت نکردید به عنوان وزیر اعظم؟ حرف شما را که میپذیرد. اگر تو بتونی مقام منو ترفیع بدی میتونی اینو بگی احمد پاشا. علاوه بر اون تو داماد این خاندان هستی. تو و فرهاد پاشا هر دو داماد این خاندان هستید. استغفر لاپیری پاشا، سوء تفاهم شده. بیا اینجا حسن جان. خدمتکار ممتاز پدرم. راز داره پدرم. اول میخواییم با تو تنها صحبت کنیم. از پادشاهت هم زودتر خودت را بالا کشیدی ابراهیم پارگایی. از شاهین بازی به سرکار گذاری مخصوص. از چهار مهر عثمانی یکیش در دست تو خواهد بود ها؟ سرورم به من لطف کرده ام پاشا. ما بنده ی زیر دست هستیم، بنده ی امر. میدونی که امر پادشاه آهن رو میبره. وزیرم. برده ها، بنده های زیر دست با اقتدار میخوان پیش بروند، البته اگر جلویشان را نگیرند. خیلی درد کشید؟ زیاد، اما هیچگاه هوشیاریش را از دست نداد، همیشه هوشیار بود. تا آخرین نفس از من خواست که با دعا آمادش کنم. امیدوارم جایش بهش باشد. از من پرسی؟ آخرین شب همش در خواب شما را صدا می زد. به جعفرخان دستور داده بود که 200 کشتی جنگی آماده کند برای سفیر رودوس. حضرت سلطان سلیم خان می فرمودند که تا زمانی که رودوس را نگرفتیم در دریای مدیترانه آرامش نخواهیم داشت. چیزی به جعفرخان کاپیتان دریا نمی گفت؟ من از مانیسا از بیمسئولیتی و بیقانونی های او با خبر هستم. حتی اگر بیعدالتی که در حق تجار مصری، ظلمی که در حق روستاییان رومی و رفتارش را با تبریزی ها در نظر نگیریم. بگو حسن جان، این است عدالت عثمانی نادیده گرفتن این چیزها؟ مگر عدالت و اقتدار کور و کر هم وجود دارد؟ نه سرورم، ممکن نیست. تمام چیزهایی که باید به من بگی همین بود حسن جان؟ چرا انقدر طول کشید؟ حسن جان به او چه میگوید؟ هرچه باشد شما مختارید سرورم. البته که میدانم حسن جان، من میدانم چه کار کنم.